أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. یکی از احکام نبوت عام این است که هر پیامبری با فرهنگ و عادات و آداب اون قوم آشناست و به زبان همون قوم سخن میگوید و اولین مفسر و مبین مکتب هر پیامبری خود اون پیامبر است. پس بیگانه‌ای ترجمان وحی اون پیامبر نیست، غیر دخالت ندارد. این دو مطلب است. یکی این که اگر احیاناً در تعبیرات وحیانی کلماتی مشاهده می شود که به حسب ظاهر برخی ها نمی پسندند، برای اینکه فرهنگ اون مردم این بود. تعبیر ید الله، عین الله، جاء الله، امثال ذلک، این در لسان عرب بود و مشابه همون تعبیرها در قرآن کریم هم آمده است. منتها بیان فرمود به اینکه خدا رفت آمد ندارد، دست ندارد، لا تدریه الابصار و هو یدریک الابصار است و ماننده او سبوح است، قدوس است. مطلب دوم آن است که هم وظیفه پیامبران را مشخص فرمود که باید مفسر مکتب باشند، هم وظیفه امم را تبیین کرد. شما حرف ها را باید از انبیاتون بشنوید. مبین مکتب آورنده اون مکتب است. حرف ها را از دیگری نشنوید. اگر کسی خواست اسلام شناس باشد، باید ببیند که اهل بیت چی فرمودن، نه اینکه دیگری بیاید اسلام را برای اینها معرفی بکند. قرآن شناس باشدم این چنین است. در هر مکتبی مبین اون مکتب رسول اون مکتب است. پس این لیبین لهم هم وظیفه رسولان را مشخص میکند، هم وظیفه امم را. هم به انبیا فرمود شما خوب تبیین کنید، روشن کنید، شفاف کنید، ما به صورت مس میگوییم شما تبیین کنید. البته اون چرا که انبیا تبیین میکنند برابر علوم است که ذات اقدس اله به اینا عطا کرده است. هم وظیفه امم را مشخص میکنند که شما حرفای دینی را از انبیا و اوصیای معصوم او باید بگیرید. مطلب دیگر این بود که انبیا گاهی محلی هن، گاهی منطقی هن، گاهی بین المللی هن. اون انبیا اولوالعزم بین المللی هن ظاهره. اگر گفته شد وجود مبارک ابراهیم جز انبیا اولوالعزم است، یعنی رسالتش همگانی است ولو همیشگی نیست. برای اینکه با آمدن وجود مبارک هست موسی، دامنه رسالت هست ابراهیم سلام الله علیه در بخش منهاج شریعت قطع شده است، گرچه در بخش اسلام باقی است و ندین در الله اسلام. و همچنین جریان هست موسی با آمدن هست عیسی سلام الله علیه ما از در خطوط کلی دین که ندین در الله اسلام باقی است. لذا وجود مبارک عیسی به عنوان مصدقا لما بین یدی رها برد موسی علیه السلام را تصدیق کرده است. لکن کلی جعلنا منکم شرعتا و منهاجا برای هر پیامبری یه فروع خاصی است. تا به زمان وجود مبارک پیغمبر اسلام علیه و آله آلاف و تهدی و سلام برسد که حضرت هم در خطوط کلی عقاید و اخلاق و فقه و حقوق به عنوان مصدقا لما بین یدی حرفهای انبیاء قبلی را تصدیق کرده است. لکن فروعات جزئی آورد، احکام جزئی آورد که بعضی از اون احکام قبلی را نسخ بود که لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. هیچ محال عقلی یا دلیل نقلی برخلاف نیست که دو تا پیامبر اولوالعزم در یک عصری باشند، در دو اقلیم دور از هم، ولی دلیلی بر وقوع چنین چیزی نیست.
که مثلا همزمان با هست موسی سلام الله علیه یه پیامبر اورالعزم دیگری هم در جای دیگر بوده، یا همزمان هست عیسی سلام الله علیه یه پیامبر اورالعزم دیگری هم در جای دیگه بوده. ممکن است انبیاء دیگری باشند اما غیر اورالعزمن و حافظان شریعت همین انبیاء اورالعزمن. نظیر اون چه که وجود بارک لوط پیامبری بود در اصل هست ابراهیم، به خود هست ابراهیم ایمان آورد، حافظ شریعت هست ابراهیم بود، و آمن له لوط و قال انی مهاجر الی رب. اما از این که وجود بارک هست موسی سلام الله علیه بعد از عبور از دریا به بت پرستانی رسیدن که داشتن بتی را می پرستیدن، نسبت به اونها هیچ امر معروفی نهی از منکری تبلیغی نداشت، یعنی اون چی که در سوره بارکه اعراف آیه 138 بود این است: و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آلهه قال انکم قوم تجهلون. اگر نسبت به اون قوم تبلیغی نکرد، بت پرستی اینها را باطل ندانست، این دلیل اون نیست که رسالت وجود بارکه موسی مقطعی بود و محلی یا منطقه‌ای بود، به شامل حال اونا نمی‌شد. برای اینکه همونطور که درباره رسالت خود اصل رسول صلی الله علیه و سلم یه برنامه‌های کوتاه مدت داشتن، میان مدت داشتن، بلند مدت داشتن، با اینکه کسانی در اطراف مکه بودن، حضرت برای اونها نامه نوشت، اونها را دعوت کرد، با اینکه بعد از تأسیس حکومت در مدینه وقت برای امپراتوری ایران و امپراتوری روم نامه نوشتن، مسیحا هم چنین با مسیحا مباهله بکند، مجادله بکند، دعوتی بکند، اینا تو مکه نبود. این نشان اون نیست که وجود بارک حضرت پیامبر همه نیست. نشان اون است که برنامه ریزی اون حضرت سه بخش بود: برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت. همون اول هم که آمد رسول جهانی بود. وجود بارک موسی کریم سلام الله علیه در همون صحنه که به این گروه برخورد کردن، یک تنبهی به بنی اسرائیل دادن، فرمودن به اینکه انکا قوم تجهلون، یه هشداری هم به اونها دادن، فرمود انها اولای متبرون ما هم فیه باطلون ما کانو یعملون، فرمود این کار باطلی دارن میکنن. خب بنابراین این تذکر بود، لیکن درگیری مستقیم نهی از منکر نبود، مگه تازه قوم خود را دارد نجات میدهد از شر فرعون و تازه از دریا آزاد شدن. رسا این دلیل بر مقطعی بودن رسالت هست موسی کریم نیست. فرمود ما موسی کریم سلام الله علیه را فرستادیم که مانند انبیای دیگر و مانند پیامبر اسلام علیه السلام جامعه خود را نورانی کند. معلوم بشود که الف لام را کتاب انزلناه الیک ده تخرج الناس من الظلمات الى النور، این جزء احکام نبوت عام است، نبوت خاص نیست. یعنی هر پیامبری آمده جامعه خود را نورانی بکند. تو بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید نورانی کردن جامعه درجاتی دارد. از اون یتلو علیهم آیاتی شروع می‌شود یک، و یعلمهم الکتاب و الحکمه دو، و یزکیهم سه، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون چهار، تا بعد از عبور از این عقبهای کعود انسان نورانی بشود. نورانی شدن هم به همون جریان حارثه بن زید و امثال ذالک است که اینا گفتن کنی انظر الی عرش الرحمن بارزه، اون هدف نهایی است. این چنین است که اگر جامعه عادل شد به مقصد رسیده است. اگر همشون عادل باشن، صالح باشن، اینا هنوز بین راهن، وقتی به مقصد میرسن که نورانی باشن، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظروا بنور الله باشد، وقتی به مقصد میرسن که کلا لو تعلمون علم اليقين لتهرون للجحيم، تا انسان بهشت و جهنم را میفهمد این تو راه است. وقتی بهشت و جهنم را میبیند این به مقصد رسیده است. کلا لو تعلمون علم اليقين لتهرون للجحيم، یعنی در دنیا که هستی جهنم رو میبینی، وگرنه کفار هم در قیامت جهنم رو میبینن. من ربنا ابصرنا وسمعنا، دیگه علم و یقین نمیخواد و ایمان و اسلام هم نمیخواد. این ناظر به قبل از موت است. قبل از موت شما جهنم رو میبینید، بهشت هم میبینید. این رؤیت همون نورانیت است که اون پایان راه بالاخره. این هدف همه انبیاست، جز نبوت عام
مال انبیاء علیه السلام است، به دلیل اینکه در آیه 5 فرمود برقد ارسلنا موسی الی بایتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. مطلب دیگر این است که این ان میتواند به معنای ای باشد که تفسیر باشد، و میتواند به این که به این معنا باشد برقد ارسلنا موسی بایتنا و قلنا له ان اخرج، که به او گفتیم این کار را بکن. چون ارسلنا رسولنا معنای قلنا را در بر دارد، این اخرج مثل آن است که به او گفتیم که قلنا اخرج. خب تو هم باید جامعت نورانی کنی. البته کسانی بودن که نورانی شدند و در جریان کوه طور بالاخره خیلی هم سهمی داشتن، چون در جریان پیامبر صلی الله علیه و سلم اونجا با فعل مضارع یاد کرد، فعل را به رسول نسبت داد، تمون لتخرج الناس من الظلمات الی النور، این احتیاج داشت کلمه به اذن ربهم را ذکر بکند. اما اینجا وقتی خود رب امر میکند دیگه لازم نیست بفرماید ان اخرج قومک من الظلمات الی النور به اذن ربهم. اونجا به اذن ربهم بود چون سخن از امر نبود. اینجا وقتی امر است خب دیگه معلومه دستور خدای سبحان است و قهرن به اذن خدای سبحان است. جامعت را نورانی کنید. نورانی کردن در همه مقاطع درست است. کسی که قدرت قرائت قرآن ندارد، قدرت تلاوت پیدا کردن یه مرحله نورانیت است، ولو ضعیف. عالم به کتاب و حکمت نیست، وقتی عالم شد یه مرحله بالاتر از نورانیت پیدا کرده است. اهل تزکیه و طهارت روح نبود، وقتی مطهر شد مرحله بالاتر را طی کرد. اسراری را که در کتاب ها و کتیب های دیگر نیست، انبیا برای بازگو کردن و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون شد، این یه مرحله بالاتر پیدا کردن و مرحله نهایی هم آن است که به ترمون نجهیم. اینا همشون هست، لکن بعضی از این کارها با راهنمایی های قولی حل می شود، با راهنمایی های علمی و تبیین علمی حل می شود. این کار نبوت است و رسالت است و ولایت است و امثال ذلک. ولایت به معنای باطنی، اما ولایت معنی والی بودن و امامت و رهبری. اون بخواهد جامعه را از ظلم به عدل بیاورد، این کار عملی است. این غیر از جریان تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه نفوس، یک استقامت بردباری هم میخواهد. گرچه هر کاری استقامتی دارد، اما مبارزه با طاغوت، جهاد اصغر، جنگ و گریز و فشار در برابر بیگانه، این صبر و شکری هم می طلبد. برای چنین کاری در این بخش فرمود به این که ان اخرج قومک من الظلمات الی النور و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. شما بخواهید یه حکومت سابقه دار کهنی رو مبتلا به فروپاشی کنید، یه حکومت نوپای رو تأسیس کنید، خب اونا هرگز حاضر نیستن. شما بالاخره باید صابر باشید، بلکه صبار باشید. در جریان مصر یه دین اعتقادی و عبادی حاکم بود که اون بت‌پرستی بود، یه دین سیاسی اجتماعی بود که در این بخش از دین اجتماعی سیاسی ربوبیت مال فرعون بود. فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، یک ما علمت لکم من اله غیری، دو این ناظر به ربوبیت های عبادی یا الوهیت عبادی نبود، چون خود فرعون بت پرست بود، اونا هم بالاخره یه بتی داشتن میپرستیدن. فرعون درباریان فرعون به فرعون گفتن که اگر به موسی سلام الله علیه و هم فطرانش مهلت بدهی، این خدایان تو را از بین میبرد. یزرکه و آلهتک، این آلهه و خدایان و ارباب و اصنام و اوثانی که داری بساط اینو جمع میکنه، همون کار است ابراهیم میکنه تو اگر به این مهلت بدی. معلوم میشود که خود فرعون یک اله ربوبی و عبادی شخصی داشت، یعنی اون عبادت های او، اون خضوع و کرنش هایی که بود نظیر سایر بت پرستی در برابر بت ها بود. این که فرعون میگفت انا ربکم الاعلی، این ناظر به دین سیاسی اجتماعی بود. اگر جامعه
صلاح و فساد خود را در عمل به اندیشه کسی می دانم. خب همون رو داره می پرستن دیگر. اگر کسی بگوید قانونی مملکت را من باید تدوین کنم، یعنی اعبدونی، من باید اطاعت کنی. فرعونم بیش از این ادعا نداشت، نگفت که من خالق آسمان زمینم یا در برابر من سجده کنید، چون خالق آسمان زمین می دونستن دیگریه، خودشم که در برابر اون بت سجده می کرد. این که می گفت اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، بخش وسیعی ناظر به همین دین سیاسی اجتماعی بود. اون بیان نورانی امام جواد سلام الله علیه که از ائمه دیگه هم علیه السلام رسیده است، من اسقا الی ناطقن فقط ابده، همینه. اگه کسی گوشش بدهکار حرف یک کسی است، هرچه اون شخص گفت قانونی که او وضع کرد این اطاعت میکند. من اسقا الی ناطقن فقط عبده، فإن کان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله سبحانه وتعالى، وإن کان الناطق ينطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس لعنه الله. این بیان نورانی امام جواد سلام الله علیه را ائمه دیگر هم فرمودند. خب اگر کسی بگوید قانونی مملکت آن است که من بگویم، سعادت و رشد جامعه هم در اندیشه من است. خودش هم گفت اهدیکم سبیل الرشاد، جامعه چنین قانون گذار را بپذیرند همون عبادت اوست دیگر. ارتش ایران متاسفانه اخیراً از شاه مفقود میگفتن که خدایگان، همین بود دیگر، همون حرفی که فرعون میزد، بیش از این که ادعا نکرده بود فرعون. وجود مبارک موسی کریم مأمور شد که همون بخش شرک عبادی را برطرف کنه، همون بخش شرک سیاسی اجتماعی را برطرف کنه. اگر قانون مملکت بر اساس وحی الهی بود، هستش‌های مملکت هم بر اساس وحی الهی بود، زمینه برای نوران شدن این جامعه هست و این کار کار دشواری است، به صبر می‌طلبد. در این حالت وجود مبارک موسی کریم در آغاز راه اونها رو به سلسله امور متذکر کرد، در اثنای راه و در پایان راه گذشته ها را به یاد اینها می آورد. قرآن کریم این جریان تذکره را خیلی بها میدهد. به خود پیامبر صلی الله علیه و سلم هم میفرماید به یاد ابراهیم باش، به یاد موسی باش، به یاد عیسی باش، به یاد مریم باش، وذکر فی کتاب مریم، وذکر ابراهیم، وذکر موسی، وذکر. این وذکر یعنی به یاد اینها باش. اینا مردان الهی بودن، قیام کردن، جامعه را نورانی کردن، تو هم باید به یاد اینها باشی. اما در بین انبیا وقتی سخن از ذنون حضرت یونس میرسد، فرمود او رو مطرح نکن، بلا تکن که صاحب الهود، مثل انبیا دیگر باش. خب وجود مبارک هست موسی سلام الله علیه هم قوم خود را به ایام الله متذکر کرد طبق دستور الهی، یعنی خدای سبحان به هست موسی سلام الله علیه فرمود بگه بهترین وسیله برای نورانی کردن جامعه این است که این جامعه مطمئن باشد، کار به دست خداست، یک، و خدای سبحان سوابق فراوانی هم در این زمینه داشت، دو، اگر کسی صابر باشد از همین فیض و فوز الهی بهره می‌برد، سه، درست اعتماد ملی خوبه، اتکای به نفس خوبه، اما اتکای به نفس یا اعتماد ملی معنای خودباوری راه ابتدایی یا میانی است. انسان خود را وقتی باور میکند که به تکیگاه عمیق وابسته باشد، و وگرنه خودش هر لحظه در معرض زوال است. چه چیزی حافظ انسان است؟ اگر به یک عزیز قدیر تکیه نکند چه قدرتی دارد؟ لذا فرمود به ذکر هم به ایام الله. این ذکر هم به ایام الله متذکرش کن، یعنی یه سرمایه است. اونا هم بدانن که باز صابر باشند. این صبر یک ملکه اخلاقی محض نیست که انسان فقط بخواند. به ما فرمودن واستعینوا بالصبر والصلاة، نماز هم همینطور است. متاسفانه ما با نماز اون رفتاری که با سلاح باید بکنیم نمی کنیم. بالاخره یک انسان جنگجو از اسلحه کمک می گیرد دیگر. به ما فرمودن این نماز کمک شماست، هر کاری دارید نماز، این که مقید نکرده که استعینوا بالصبر والصلاة فی ذلک الامر یا فی هذا الامر یا فی تلک الامور، که این حس متعلقم یدل علی العموم. هر مشکلی دارید دو رکعت نماز، این امر جدی است.
اون واستعین و به صبر و صلاح. در اون بخشای سوره مبارکه بقره همین تو سوره اعراف هم بود، اینجا هم همینطور است. اینکه فرمود ان فی ذلک لآیات لکل صبار، یعنی استعین و به صبر، چه که استعین و به صلاح. مگه کار به دست خدا نیست؟ مگر خدا از حال ما غافل است؟ مازد مگر به ما وعده نداد؟ مگر نفرمود شما یک قدم برید من جاب الحسنه فلو عشر امثالها؟ این که تنها مربوط به صدقات کمیته امداد نیست که. اگه کسی واقعا یک ساعت برای رضای خدا درس بخواند، نتیجه 10 ساعت را خدا به او میدهد، 10 مطلب را میفهمد. این آیات که مقید نیست که، این مربوط به قیامت محض که نیست. هر کسی به پیشگاه الهی با یه حسنه بره 10 برابر پاداش میگیره. یه قدم برای حل مشکل یک فردی یا یک قبیله یا یک طایفه یا یک جامعه یا یک ملتی یا دولتی اگر قصیدتی در رود بردارد، حالا و عشر امثالها آثار شفافش البته تو قیامت ظاهر می شود. اما این آیات که مقید به قیامت نیست، هر کار خیلی را انسان انجام بدهد یقینا 10 برابر خدا پاداش می دهد. آدم باور کند، روی اعتقاد عمل کند، نه روی امتحان. ببینیم چه می شود نیست، این ببینیم چه می شود با شک همراه است. چرا ببینیم چه می شود؟ من اصدق من الله قیلا، من اوفا به عهده من الله، او وعده داد. اگر خبر داد من اصدق من الله قیلا، اگر انشاء است و وعده داد من اوفا به عهده من الله. اینجا هم به وجود مبارک موسی کریم فرمود به این که به اینها بگو و ذکر هم. بعد هم موسی کریم تو قصه های دیگه فرمود استعینوا بالصبر والسلام، از قال موسی لقومه استعینوا بالصبر والسلام. اون آیاتی که در سوره مبارک بقره و اعراف بود خوندیم همین بود دیگه. نه این که برای اونا تاریخ بگو. یه وقت از انسان قصص و تاریخ انقلاب رو میخونه، مال 100 سال اخیر یا کمتر و بیشتر رو میخونه، این میشه تذکره. اما اگر نه، بدونه در همه موارد وقتی این جامعه پیروز شد به عنایت الهی بود، این ذکرهم یعنی استعین رو به صبر و صلاح. وگرنه تذکره تاریخی یه فقط ثمره علمی داره. رمود به ذکرهم به ایام الله. مستحضرید که این یوم در مقابل لیل نیست، نظیر نماز روز در مقابل شب. یک، مجموع لیل و نهار را که میگوین یومیه اینم نیست. دو، مقطعی از عمرم نیست که الدهر یوما یوم لک و یوم علیک، اینا نیست. هر ظهوری روز خداست، ولو شبم باشد وقتی جلوه الهی جمال الهی ظهور خداست. کل یومن هو فی شأن، این کل یومن هو فی شأن نه یعنی هر 12 ساعت خدا یک کار میکنه، یا هر 24 ساعت خدا یک کار بکنه، یا هر مقطع تاریخی خدا یک کار میکنه. کل ظهورن هو فی شأن. چرا؟ برای که یسأله من فی السماوات والارض. خب یسأله من فی السماوات والارض، مگر هر روز کسی یه سوال دارد یا هر لحظه سوال دارد؟ مگر هر شبان روز یه سوال دارد یا هر مقطع تاریخی یه سوال دارد؟ یا نه هر لحظه سوال است؟ اگر سوال هر لحظه است، پس جوابم هر لحظه است. یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، اونم سوال اینم جواب. اگر یسأله من فی السماوات والارض کل آنن، کل یومن ای کل آنن هو فی شأن، پس یوم خدا همیشه است. منتها گاهی ظهور رقیق و ضعیف است، گاهی ظهور تام. هر اسمی از اسمای حسنای الهی که ظهور تام پیدا کرد اون می شود یوم الله. تو اون روایاتی که در بحثای روز چهارشنبه اینا خوندیم که 2 طایفه بود، اون ظهور کاملش وقتی که وجود بارک حضرت ظهور بکنند سلام الله، یوم قیامت صغرا هست، یوم قیامت کبرا هست، اینا ظهور بیشتر و کامل تری است. و اون طایفه دیگری که هر وقت نعمتی از طرف خدا سبحان برسد، این جزء ایام الله هست. اگه به جامعه نعمتی برسد، این جزء ایام الله هست. اینا مثبتانن، اینا هیچ کدوم مغیر دیگری یا مخالف دیگری نیستن. بنابراین هر نعمتی که ذات اقدس الله داد ظهور است، برای اینکه در اونجا مسبوق به سؤال و نیاز بود. یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. حالا اگر یه ظهور کاملتری و بیشتری داشت، این ظهور باعث پیروزی ملت ضعیف بر ملت قوی است. خب جریان اخذناهم فنبذناهم فالیوم از همین قبیله دیگه. یه فرمان با یه عصا آبهای رفته رفته، آبهای نیامده نیامده، همطور رو هم یه سد آبی پیدا شده، رو هم آبا مونده، این آبا هم رفته، این آبا هم پس زده، وسط شده جاده خاکی.
اونقدر این وسط جاده خاکی شد که تعبیر به یبس دارد. اصلا علامت تری تو دریا نبود. فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، مثل که تو جاده خشکی خاکی کبیر دارن راه میرن. خب میشه ایامون با یه عصا، همین که اینا رفتن دوباره برگشت. از این کارها ذات اقدس اله برای بنی اسرائیل زیاد کرده. هر کدام از اینها یوم الله هست بالاخره، فرمود و ذکر هم به ایام الله. خب اگر روایتی که در ذیل این آیه است این مربوط به ظهور حضرت حجت باشد یا قیامت صغرا باشد یا قیامت کبرا باشد، این چه کار دارد به پیروزی یه قوم مستضعف بر قوم مستکبر به مقاومت بنی اسرائیل؟ و ذکر هم به ایام الله، چرا؟ برای اینکه اگر شما ایام الله را به اینها متذکر کردی، این آیات الهی است، نشانه های قدرت خداست برای هر کسی که صبار شکور باشد. ای کسی بینا باشد اینا دوگن خیلی ها کم من آیتن سماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون و هم عنها غافلون و مانندون. ای کسی اهل صبر و شکر باشد از این آیات حرفی میبندد. و ذکر هم به ایام الله، این جمله معروفی از وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که ان لله فی ایام دهرکم نفحات الاف تعرضوا لها ولا تعرضوا عنها، هم از همین قبیل است. گاهی یک نسیمی میوزد. خب انسان وقتی که نسیم میوزد باید حق شناسی کند، موقع او را ضبط کند، آثارش را خوب دریافت کند و مواظب اون آثار باشد، او را حفظ بکند. بالاخره این پرده‌ای که آویخته شده جلوی چشم ما و اسرار عالم، یا باید با تلاش و کوشش و جهاد بریم نزدیک پرده، با دست خود این پرده رو کنار بذاریم، گوشی از پشت پرده رو ببینیم، یا بالاخره باید حالت آمادگی داشته باشیم، منتظر باشیم یه نسیمی بیاد این پرده کنار بره ما ببینیم. یا این یا او، البته برای مردان الهی جمع را شاید، اما برای احاد مردم باید همین باشد دیگر. یا این است با دست خود آزم زحمت بکشد یک پدر کنار بزند، یا نه یه نصیب الهی بیازد. این میشه راه مدرسه، اون میشه راه مسجد، این میشه راه درس و بحث، اون میشه راه اعتکاف. بالاخره هر دو بازه. اینطور نیست که اونایی که معتکف شدن سه روز درس نخوندن، اینا سه روز در معرض اون نصیب نشستن که پرده کنار بره یه چیزایی رو ببینن برشون روشن میشه. خیلی آرامم بعد این نسیم خیلی اونها رو آرام میکند. بالاخره یا این یا اون، این ان لله فی ایام دهرکم رفعات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها، اینه. حالا وجود مبارک هست موسی کلیم سلام الله علیه دارد به دستور الهی عمل میکند. این سری که ما روزهای مقدار زودتر میامدیم برای اینکه الان قبل از 12 اذان است، بعضی از آقایون هم نماز جماعت دارن برسن، حالا انشاءالله میرسیم. فرمود به از قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم. وجود مبارک موسی کریم دارد دستور الهی رو بازگو میکند. میفهمد به این که اون روزی که نعمتهای الهی به شما رسید اونجا در ایام الله دیگه. خب وجود مبارک موسی کریم دارد امتثال میکند، دیرو دارد ذکر هم به ایام الله رو امتثال میکند، اونم تذکره کرده، متذکرشون کرده. فرمود اذکروا نعمت الله علیکم. چه نعمتی؟ نعمت نجات مستضعف از شر مستکبر. از انجاکم من آل فرعون. آل فرعون چه میکردن؟ یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. این بلاء عظیم را با نجات الهی خدای سبحان برطرف کرد. جریان یسومونو یذبحونه مبسوطن تو سوره مبارک بقره و اعراف گذشت. یکی از لطایفی که تو یسومونکم بود این بود که شما را عذاب چرب میکردن. صائمه در مقابل غنم مألوفه است. اون گوسفندای دست چر را میگفتن مألوفه که دستی علف میدیدن. اون گوسفندایی که به بیرون میبردن تو مزرعه که تو مرتع خودشون بشرن میگفتن صائمه. فرمود اینا شما را عذاب چر میکردن، فقط خوراکتون عذاب بود. گرچه چند لغت چند بحث برای یسومونکم تو سوره مبارکه بقره اینا گذشت، ولی یکی از لطایف این تعبیر اون بود که اینا خوراکتون را عذاب کرده بودن، شما عذاب خور بودید. یسومونکم سوء العذاب. و الان هم شما ببینید صهیونیست‌ها چجوری نوجوان‌ها رو ذبح میکنن
اون قصه تاریخی رو هم که دیدید از همین قبیل است. و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، زنها رو نگه میدارن برای کارگری تو منزل بمانند آن، وگرنه نوجوانها و فرزندان شما رو میکشن، بچه ها رو میکشن و این بلا عظیب است. ابنا در مقابل نساء نشون میداد که پسر بچه ها رو میکشتن، دختر بچه ها رو حفظ میکردن، نه اینکه نساءکم یعنی زنهای سالمند یا زنهایی که خانه دارن، اونها هم شامل میشود، ولی به قرینه تقابل با ابنا دخترها هم شامل میشود. این آیه مبارکه باحله که ابنا بر حسنه سلام الله علیه و تطبیق شد، نساء بر وجود مبارک حضرت صدیق کبرا سلام الله علیه تطبیق شدم، از همین قبیل است که خواهر در مقابل برادر، ابنا در مقابل بنات، ابنا در مقابل همسر و ازواج و اینا نیست، گرچه اونها هم مشمول اطلاق نساء هستند، اما این تقابل روشن نشون میداد که منظور آن است که پسرها را ذبح میکردن، دخترها را سالم نگه میداشتن. و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، این هم عذابی بود برای اون زنها، هم برای کارگری و همسر زاده. فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. الحمد لله رب العالمین.